اگر شما ویدیوی تبلیغاتی که من برای این دوره طراحی کردم رو اگر ملاحظه بفرمایید، من دو تا مثال رو مطرح کردم و ببینید تحلیل اقتصادی که بنده در مورد این دو مثال دارم چقدر متفاوت است با اون تحلیلی که اکثریت جامعه ایرانیان و فارسی زبانان در ایران و خارج از ایران دارن. خب یک خبر این بود که وزیر محترم کار با افتخار اعلام کرد که حداقل حقوق کارگران 57% افزایش پیدا کرده و این موجی از شادی در میان کارگران نجیب ایران برانگیخت. و تقریبا قبل از اینکه بنده اعتراض کنم و هشدار بدم نسبت به این موضوع، هیچ کس ابراز نگرانی نکرده بود و بعد از اینکه بنده هشدار دادم خیلی عجیب بود که بلافاصله یک موجی شروع شد و بسیاری از افراد متوجه شدن که این سیاست بسیار سیاست اشتباهی است. چرا بنده هشدار دادم؟ آیا من مخالف افزایش معیشت فقیرترین کارگران جامعه هستم که حداقل دستمزد رو دریافت میکنند؟ شمایی که من رو میشناسید میدونید کاملا برعکس این بوده. من تمام تلاش خودم رو کردم در طی سالهای گذشته، هرچه از دستم برآمد تلاش کردم که معیشت فقیرترین افراد جامعه ما تا اونجایی که امکان داره صدمه نبینه و حتی ارتقا پیدا کنه. چه بود نگرانی بنده؟ چه بود؟ ببینید، افرادی که اقتصاد نخوندن به راحتی اینطور عنوان میکردن که وقتی که حداقل حقوق افزایش پیدا میکنه به مقدار 57%، اتفاقی که میفته این هست که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا میکنه، به خصوص کارگران روزمزد و ساده و کارگرانی که پایین ترین دریافتی ها رو دارن. قدرت خرید این عزیزان افزایش پیدا میکنه، پس خانواده هاشون از رفاه بالاتری برخوردار خواهند شد. خب بی دلیل نیست که ما این وزارت رو و این وزیر رو وزیر رفاه مینامیم. و قطعا هم در عرصه سیاسی و بازی سیاسی، قطعا اگر مناظره بین بنده و وزیر محترم رفاه در می گرفت، مطمئن باشید که عموم رأی می دادن که برنده مناظره وزیر محترم رفاه است، نه یک اقتصاددان بیدردی که مخالفت می کنه با افزایش حداقل حقوق. این رو در نظر بگیرید که همزمان اتفاق دیگری که افتاد، سازمان نظام پزشکی و در واقع نهادهای پزشکی کشور درخواست کردند که در واقع ویزیت پزشکان افزایش پیدا کنه. من در مورد ویزیت پزشکان صحبتی نکردم، ولی اگر از من میپرسیدم موافق افزایش دستمزد پزشکان بودم. خب این خیلی عجیبه دیگه. و شما اگر دیده باشید اطلاعیه صادر شد و در اونجا گفتن که افرادی بودند که در مورد افزایش ویزیت پزشکان مخالفت نکردند، ولی در مورد افزایش دستمزد کارگران مخالفت کردند. خب میدانید که معمولاً اقتصاددانانی که نظرات خودشون رو در کشور عیان و با شجاعت مطرح میکنند به القاب مختلف متاسفانه توصیف میشوند. خب این هم جدا نبود، ولی کسی نیومد از بنده بپرسه که استدلال شما در این مورد چه بوده است. خب من خیلی مختصر استدلال عرض میکنم خدمتتون، ولی در این دوره به این موارد خیلی ما خواهیم رسید. ببینید وقتی عرض میکنم اقتصاد علم شهودی نیست بلکه غیر شهودی است، شما به نتایج کاملا معکوسی با خواندن علم اقتصاد کلان در سیاستگذاری اقتصادی و در بینش اقتصادی و در نگرشی که نسبت به جهان خواهید داشت خواهید رسید. یعنی من مطمئنم که تا انتهای این دوره شما قضاوت‌های شما در مورد بسیاری از موارد روزمره کشور کاملا تغییر خواهد کرد.